از این ور کارگر هست گیره یه تیک نون میچاره، اون ور آموزش و پرورش داره پول میچاپه، از این ملتی که محتاج شام شبشونن، یه مشتا مرد به فکر جیب سار بعدش. مایش اینو مردی فقط به فکر زغال و پوله، پول میگیره اون وفت جان من نیش باری هم که شده تم خفت و بچش بارو تو خیابون ببینخ به ملت و بچش بمیرن. زغال سنگ، طلای سیاه، خطرهای مختلف جویندگان طلای سیاه رو در مسیر تهدید می کند. نخستین خطر گاز متانه. مخلوط 5-15% گاز متان با هوا انفجار آمیز است. ما میگیم مثلا کاسه، کایه، کادو، این لایات اسکوزاری شده. حالا اینجا نوشته کاسه، اگه جلوتر بریم گاز متان هست، متان هم خطرناکه، عیار گاز بالاه، نباید بریم، ورود ممنوعه. خطر بعدی تهدید سلامتی افراد. فقط خدا کمک کنه. بیشترین ضرری که این کارگرای پیشروی میبینن همین آسیب دیدگی ریه‌هاشون هست، گرد و خاک سنگ دارن کار میکنن. وقتی به عمق 2000 متری زمین رفتم به عمق سختی ها پی بردم. من یه پیتورجی هستم، کار ما این استخراجیم. کسی که طلای سیاه را جستجو میکنه باید به 8 ساعت کار در فضای 60 سانتی متری عادت کنه. همیشه میسادنی، جای نشستن نداره اینجا، سرپا باید باید توی طلاق تنگی کار کنی. شلنگ بشکن یه اون پیتور بیارم پایین. الان داره موتور میاد، لوکوموتیو برای گرفتن زغال. اینجا آقا سنگر زغال سنگه، ما سنگ زغال از استخراج میرن بیرون، اینجا معدن سنگر، ما سنگ باطلش جمع میکنیم ماوری مرزیم بیرون. وقتی بدنهای خسته و صورتهای زغالی رو دیدم این سوال به ذهنم اومد که چرا تجهیزات نوین به کمک معدنکاران معدن زمستان یورت آزادشهر و 13 معدن دیگه استان نیومده. ضمن این که توجیه اقتصادی نداره، امکان استفاده از دستگاه تراش زغال با ضخامت بالا رو داشته باشه ما امکانش رو نداریم. سختی کارش رو زمانی بیشتر حس کردم که از دریافتی ماهیانش گفت 870 تومن، با یه عقولات در میاد بکنم 980. 980 چند متر تونل بودی؟ عمق 2000 متر بکنم بودی 2000 متر. واسه دستایی که خسته از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه. مستقیما به نیویورک به کانتیکت میرم. آقای دایی سلام و عرض احترام من رو بپذیرید. سلام دارم خدمتتون، سلام به آقای نیکانگ عزیز و درود به همه هموطنان و تسلیت به همه کارگران و زحمتکشان ایران که تنها 3 روز بعد از روز کارگر، جشن کارگر، عید کارگران، یه همچین فاجعه‌ای در کشور اتفاق افتاد. ممنونم نیکانگ، سلام و عرض احترام من رو هم بپذیر. درود بر شما و آقای دایی عزیز و بینندگان خوب برنامه و تسلیت به همه خانواده های کشته شدگان معدن یورت آزادشهر و جامعه کارگری که قربانی سیاست هایی شدند که متاسفانه حقوق کارگران رو و شرایط کاری اونها رو هیچ وقت پاس نمی داره و شرکتی که ظاهراً به بخش خصوصی وابسته بوده و ظاهراً هم غیر دولتی بوده به هیچ عنوان حقوق این کارگران رو رعایت نمی کرده و شرایط ایمنی این کارگران رو لحاظ نکرده بودن، در شرایطی که همه می دونن که یک معدن زغال سنگ به خاطر گازهایی که درش داره برای اینکه هوای اونجا همیشه پاک باشه و کارگر بتونه خوب کار کنه، از قدیم می گفتن که باید دیگه قناری توش نگه دارن که ببینن قناری زنده می مونه یا نه، و ملاک این بوده و وقتی قناری اونجا زندگی نکنه و زنده نمونه یعنی خطر وجود داره و مشخصه که این معدن معدنی بوده که خطر زیادی برای کارگران داشته و متاسفانه الان بعد از قربانی شدن اینها متوجه میشیم که چه چیزهایی رعایت نشده. نیکانگ اجازه بده در همین ابتدای برنامه به حافظه تو برگردیم. به عنوان یک روزنامه نگار، واقعه مشابهی در شیلی چند سال پیش رخ داد. 42 معدنکار در عمق 7000 متری اگه اشتباه نکنم یا 2000 متری. از تو بشنویم بیشتر در مورد اون واقعه و نجات اون افراد.
بله 7000 متری نمیتونه کسی زنده بمونه تحت شرط، چون هر کیلومتری که شما عمق میون پایین درجه حرارت افزایش پیدا میکنه و زندگی واقعا بسیار سخت میشه. اما اون زمان تعدادی از کارگران معدنچی شیلیایی گیر کرده بودن و فیلم سینمایی هم بر این اساس ساخته شد، از چند هفته که اینها اون زیر بودن و جامعه جهانی تمام توجهش متوجه این گروه شد و نهایتا اینها از به سلامت و با همیاری و از اونجا خارج شدن. اما ببینید وضعیت معدن یورت چگونه بوده است که با یک انفجار، با یک اتفاق بخشی از معدن مسدود میشه و احتمالاً به خاطر گاز مونوکسید کربونی که در اونجا گسترش پیدا کرده بعد از انفجار، یکی یکی این کارگران جان خودشون از دست دادن. واقعا شرایط بسیار ناراحت کننده ای هست و کلام قاصر از بیان دردی که این کارگران کشیدن و دردی که خانواده هاشون به خاطر از دست دادن این ناناورانشون در حقیقت تحمل میکنند. ممنونم نیکانگ عزیز. آقای دایی، تصاویری که در این مدت خیلی کوتاه منتشر شده از تجمع نیروهای ضد شورش و گارد ویژه در مقابل درب و آستانه ورودی همین معدن خبر میده، در حالی که در برخی از تصاویر تا 15-20 مأمور و مأمور نیروی انتظامی یا گارد ضد شورش با همون لباس ها باتوم یا اون کلاه کاسکت های ویژه شون دیده میشن، تعداد مأموران امدادی که لباس های قرمز یا لباس های زرد رنگ دارن کمتر از 5-6 نفره. دلیل این مسئله چیه که این میزان مأمور گارد ویژه آوردن دم این معدن مستقر کردن بعد از این اتفاق؟ خب شما الان اگر واقعا فضای بازی بود، اگه میرفتید از مردم ایران سوال میکردید که مقصر اصلی کیه، گریبان کی رو میگرفتن؟ گریبان حکومت رو میگرن دیگه. آقا توی مملکتی که رو دریای نفت و گاز خوابیده، پول زندگی، پول خونش رو طرف مای 900 هزار تا، یعنی نصف نیمی از خط مطلق فقر، برای نیمی از خط مطلق فقر برید 2000 متر زیر زمین، هر لحظه ممکنه بمیری، هر لحظه. خب این معلوم مقصر کیه دیگه، این اتفاق به بحث افتگو نداره. این حکومت از میزان نفرت مردم در همه زمینه ها از خودش خوب باخبره و میدونه هر جا خشم مردم بالا بگیره بر هر دلیلی ممکنه انفجاری بشه، سرباز بکنه، اعتراضی بشه. برای همین اول کاری میکنه اینه. مقصر کیه؟ یه حکومت مافیایی که هیچ براش ارزش نداره. من یادمه که اون انقلاب که شد، چون آخوندا که میدونی که آخوندا اصلا خواستگاه فکری و طبقاتیشون بازار بود و فئودالیته. اصلا نامه هایی که خمینی نوشت به شاه که اعتراض میکردن، اینا اعتراضشون، دعواشون از با اصلاحات ارضی شروع شد. اینا رو فئودالیته، رو ده و نمیدونم اون سیستم سوار بود طرز فکرشون. خب ناراحت بودن اون سیستم داشت برچیده میشه، سیستم فئودالیته. و بعد بازار، بازار سنتی و حتی با مدرنیته با اینا مخالف بودن. انقلاب که شد، من قشنگ اینو یادمه که 3-4 ماه بعد از انقلاب، اردیبهشت اولین سال بعد از انقلاب، روز کارگر شد. همه جریانات دانشجویی می‌خواستن در تظاهرات دانشجویی، در تظاهرات روز کارگر شرکت کنن. تظاهرات مختلفی هم برگزار شد در تهران، خیلی باشکوه بود، یادم اون سال. این دانشجوی انجمن اسلامی، که انجمن اسلامی پلی‌تکنیک خیلی قوی بود، همینایی بودن که از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا خط امامی، مثل عباس عبدی و محسن میردامادی، همینا هم دانشگاهی ما بودن. اینا اون سال خیلی با افتخار سرشون رو بالا گرفتن در مقابل گروه های دیگه و گروه های چپی که امسال رهبر انقلاب خمینی طرفدار مستضعفینه. بلنگو گوشته بودن جلوی مسجد، پیام خمینی رو برای روز کارگر، یه در کارگره رفته بودن پیشش داشت صحبت میکرد که این آقایون با افتخار پخش میکردن. خب حالا آقا با شعار و وعده ای که ما مستضعفین و این دکان ها اومده و سر کار، ولی طرز فکر همونه دیگه، از حقوق کارگر خبری نیست که چی میگفت. واقعا اگه اون گیر بیار آدم گوش کنه، باعث خنده ما و باعث سرشکستگی
اون کسانی شد که اینو پخش میکردن. ای آقا خدا هم کارگره، فرشته هم کارگره، من هم کارگرم، تو هم کارگری، پشه هم کارگره، هیچی. این حکومت اصلا حقوق کارگر به رسمیت نمیشه که. آقا میدونی ما وقتی صحبت میکنیم میگیم مثلا در جامعه ایران زنان بهشون ظلم دو برابر میشه، به اقلیت‌های نمیدونم قومی دو برابر میشه، به کارگرام دو برابر، یعنی معنیش اینه که یکی حقوق شهروندی مثل بقیه ندارن بهشون ظلم میشه، دومش که کلن کسانی که در همه جوامع کمابیش نسبتاً تحت ظلم یا اجحاف یا نمیدونم این چیزا بودن، در جامعه ایران بیشتره، این میشه دو برابر. یعنی هم کارگرها رو مثل بقیه شهروندان باید از فقر و ناراحتی در زندگی، از عدم برخورداری از حقوق اولیه برخوردار باشن، بعدم خوب کارگران دیگه، جمعیت خیلی عظیم از کارگران، حکومت هم از شورش اینا میترسه، هیچ حق و حقوقی هم ندارن، بدبختن. یعنی به معنای واقعی این مستضعفینی که میگفت و به فلاکت نشونده. و من موندم اینایی که اسم خودشون مترقی میذارن و با فکل و کروات از این حکومت ننگین دفاع میکنن تو این 38 سال چی دارن میگن؟ اینایی که برای مردم غزه صد تا بیانیه میدن چه ساکتن راجع به حقوق مردم ایران، به حقوق کارگرها هیچی نمیگن، واقعا ننگاور و شرمگین. متشکرم آقای دایی عزیزم. آقای کوسر، در همین فضا که آقای دایی طرح کردند، انگشت اتهام در مورد مسائل مربوط به بحران‌های شغلی، خصوصا عدم امنیت در مراکز شغلی، همواره به سمت مقامات حکومتی دولتی بوده، چه در مسائل استانی، چه در مسائل شهری، چه در مسائل کلان ملی. چرا این مسائل به سیاست در ایران پیوند میخوره؟ اگر همین اتفاق در ایالات متحده آمریکا یا در اروپا میافتاد، هم آیا تا به این اندازه سیاسی بود و ما مقامات رسمی حکومتی رو در اون مسئول میدونستیم؟ ببینید، اتفاقی که در کشورهای غربی میفته وقتی که ساختار پارلمانی و یا ساختار دارن که نظارت میکنه بر روی کلیه شرکت ها، وقتی حتی یک شرکت هواپیمایی که خصوصی هست و حالا سهامی هم هست و میلیون ها نفر حال ممکنه سهام داشته باشن توش، مثل یونایتد، یک تخلفی درش صورت میگیره، رئیس اون شرکت رو میارن به مجلس و بازخواستش میکنن، میارن به کنگره و بازخواستش میکنن. دیدیم که اتفاق برای مدیرعامل شرکت یونایتد افتاد و همچنین برای شرکت های هواپیمایی دیگر. یعنی به هر شکل درسته که این شرکت ها غیر دولتی هستن، اما بایستی یک جاهای پاسخگو باشن. یا بانک ها وقتی کاری مرتکب میشن مجبورن بیان و به کمیته های مختلف کنگره پاسخگو باشن و یا سنا. در ایران اما شما میبینید که این شرکت ها به ظاهر تحت اداره هلدینگ های مختلف هن. مثلا هلدینگ معادن روی ایران اومده دست گذاشته روی در حقیقت معدن یورت و به همراه یک مجموعه دیگر که به بسیج ظاهرا مرتبطه، اونو از حالت دولتی خارجش کردن معدن رو و ظاهرا یه شرکت خصوصی داره ادارش مونه، اما در واقع اینطور نیست و خیلی از این کسانی که مدیران این شرکت ها هستن افرادی هستن که وابسته به نهادهای نظامی بودن یا افراد خیلی مهم دولتی بودن که سود کلانی رو به دست میارن. یا اعضای هیئت مدیره این شرکت ها رو که نگاه میکنید میبینید که بر اساس سهام یا بر اساس تاثیرگذاری یا چی یا قابلیت‌هاشون نیومدن بالا، بلکه بر اساس روابط رشد کردن و اومدن بالا. و وقتی نظارتی بر روی ساختار در حقیقت این شرکت‌ها وجود نداره به درستی، طبیعتاً نظارتی هم بر روی عملکرد اینها بر اساس اینکه آیا امنیت کارگران رو رعایت می‌کنن هم به عبارتی وجود نداشته، به شکلی که نتیجه‌اش رو می‌بینیم. ببینید، معادن مختلفی در کشور ما وجود دارن، معادن زغال سنگ مختلفی هم وجود دارن، از چیزایی که در البرز، معادنی که در البرز میانی داریم، حالا سازند زمین‌شناسی، مجموعه سازند زمین‌شناسی شمشک و چیزای وابسته که مال دوران دوم زمین‌شناسی هست، خب معادن زیادی وجود داره و طبیعتاً به خاطر اینکه زغال کارخونه مثلا زباهن نیاز به زغال سنگ داره، حالا درست برای تولید کوک و چیزهای دیگه، خب طبیعتا این نیاز باعث میشه که فشار بیشتری بیارن. اما ببینید، کارگران این کارخانه ها یک شرط ایمنی براشون وجود نداره، امکان اعتراض براشون وجود نداره، چون اگه اعتراض بکنن احتمالا کار خودشون از دست میدن و همون 800 هزار تومان یا 1 میلیون تومانی که به زور بهشون داده میشه و معمولا با
به قول معروف تأخیر بهشون پرداخت میشه، اونم پرداخت نخواهد شد و طبیعتاً پیدا کردن کار در خیلی از مناطق سخت‌تر میشه. اینا اونایی که تو یک منطقه هستن که معدنی وجود داره، خب یکی از ابزار چیزایی هست که میتونن بر اساس اون در توی منطقه تداوم زندگی داشته باشن، چون چیزهای دیگری وجود نداره برای اینکه زندگیشون رشد کنه. و حالا وجود اون معدن یک مبنایی بوده برای تداوم زندگی، ایجاد تشکیل خانواده، تشکیل یک جامعه کوچک. اما این جامعه کوچک به خاطر این بی‌توجهی‌ها دچار چنین خدشه‌ای شد. قربانیان این جامعه کوچک تأثیر کمی نداره از دست رفتنشون، و متاسفانه وقتی که دولت نظارت درستی نداره و ساختارهای نظارتی کار خودشون رو انجام نمیدن، به این ترتیب میبینیم که قربانی ها بیشتر میشن. و بایستی با کمال تأسف بگم که این تنها اتفاق نخواهد بود و باز هم تکرار خواهد شد. بله متاسفانه این پیشبینی است که بسیاری از کارشناسان هم میکنند. آقای دایی، مشابه همین اتفاق حادثه یه ساختمان پلاسکو در تهران هست. شهردار تهران خود رو کاندیدای ریاست جمهوری کرد. اگر فردی این ساختمان پلاسکو در چین، کره، نمیدونم ژاپن، یک کشور شرق آسیا فرو میریخ، اگر شهردار هاراگیری خودکشی نمیکرد دست کم استعفا میداد. چطوره که مسببین و مقصرین رویدادهای این چنینی که تسلیت ملی برمیگزینند، عزای ملی به همراه میارند، خود رو کاندیدای ریاست جمهوری میکنند؟ از کنم که به خاطر این حکومت، نوع سیستم حکومت هست. اما من یه اشاره بکنم به همین مطالبی که آقای نیکانک فرمودن، من یه دو سه نکتم اضافه کنم. من به خاطر کاری که شغلی که داشتم با اینجا به نهادی هست به نام امشا که به اصطلاح ایمنی و بهداشت معادن و محل کارها رو تحت نظر داره، معادن رو، این باهاش من درگیر بودم. یعنی از نزدیک به خاطر کارم میدیدم که بازرسی میکردن. ببینید، اگر به سرمایه‌دار باشه، حالا ممکنه یه صاحب کارخانه‌ای، نمیدونم یه صاحب معدنی، ببینم به خاطر خدا و پیغمبر یا اعتقادات فکری که داره، هر چیزی مثلا یه چیزایی رعایت کنه، ولی اینکه قانون نمیشه که. هر سرمایه‌داری دوست داره بیشترین کارو بکشه، کمترین چیزای ایمنی هم رعایت کنه. یعنی عجیبش چی نده، نه فکر آلودگی خواهد بود، هیچی. خب چی جلوی اینو میگیره؟ چه ضامن اجرایی وجود داره؟ یکی قانون. قانون بعد از چند صد سال توی غرب به خصوص که دنیای صنعتی اومده، حق کارگر رو به رسمیت شناختن، سعی میکنن ایمنی محل کارم اینا نظارت بکنن. یعنی قوانین هم و بعد ضامن اجرا که در آمریکا عرض کردم امشاست برای معادن اینا. بعد تازه مثلا معدن زغالسنگ که ضریب بالایی از ریسک داره، تعداد بازدیدها بسیار بیشتره، کاملا بسیار بیشتره. خب ضامن اجرایش یکی اینه که اینا مرتب بازدید میکنن. حادثه‌ای که پیش میاد، میان حسابرسی میکنن، ببینن امشا اینو خوب بررسی کرده بوده، بازرسی کرده یا نه. ساب معدن چی؟ جریمه های سنگین، میلیاردها ضرر ممکنه بکنن این کمپانی ها. تمام اینا چیه؟ ضامن اجراییه. بعد مهمتر از همه خود کارگران، سندیکا دارن، حق و حقوق دارن، قانون ازشون دفاع میکنه. حالا برگردیم به ایران، اجازه بدید ببینید در ایران، ببینید کدوم اینا. من از زبان خود همین بخشش رو شما پخش کردید، این اتحادیه کارگران آزاد این مطلب رو گفته که کارگران در مصاحبه همه تایید کردن تو مصاحبه که بوده، این کارگرایی که کشته شدن و توی این معدن بودن با دستمزد حدود 800 هزار تومان اینا کار میکردن، 11 ماه حقوق معوقه داشته، یعنی پرداخت نمیشدن، 5 روز بیمه در ماه، 16 ساعت کار روزانه در عمق 1800 متری زمین با ریسک بسیار بالا. درست؟ خود یکی این معدنچی ها در مصاحبه میگه که در مجموع از سال 92 تا کنون به کارگرهایی که اینجا بودن، یعنی در عرض 4 سال گذشته، 18 ماه حقوق ما رو پرداخت نکردن. درسته؟ برای اینکه هر سال 3-4 ماه نمیدن. بعد میگه رضا محمودی پارسی هم معنی که این مسیر تونل در گذشته نیز از ایمنی مناسبی برخوردار نبود اظهار داشت. ما بارها این مسئله را به مسئولان مربوطه معدن در شهرستان و استان اعلام کرده بودیم و کسی توجه نمی کرد. معدنچیان در دو کارگاه
و در هر شیفت 16 ساعته فعالیت میکردن و بعد اضافه میکنه که بوی گاز در معدن همیشه استثمار میشد. این موضوع به مسئولان توضیح داده شد ولی در محل کارگاه حتی یک دستگاه گاز برای سنجش گاز در اون اتاق که ما بودیم وجود نداشت. محمودی پارسایی با بیان که این تونل ها راه دیگری برای خروج ندارد و در مدت یک روب تا 20 دقیقه اکسیژن به اتمام میرسد افزود بارها این موضوع تذکر دادیم اما هر کسی اعتراض میکرد از کار اخراج میشد. بعد اتحادیه کارگران آخرش این سوال میکنه، واقعا اینه دیگه، وقتی شما سوال میکنید تفاوتش اینه، چرا قالیباف ضامن اجراییش کجاست؟ میگه آیا میشود در کشوری که کارگران معادنش در شرایطی که در حال مرگ تدریجی از گرسنگی بر روی زمین در برابر چشمان دولت و کارفرمایان هستند، آن وقت کسی به فکر جان آنها در اعماق زمین باشد؟ آیا میشود در مملکتی که حداقل مزد کارگران با ضرب و زور، سرکوب توسط دولت و کارفرمایان و مشتی انسان خودفروخته به نام نماینده کارگر چندین برابر زیر خط فقر تعیین و به طور گسترده همین دستمزدهای ناچیز هم پرداخت نمی‌شود، ایمنی در محیط کار معنایی داشته باشد؟ آیا می‌شود در جامعه‌ای کارگران و معلمانش از داشتن تشکل‌های مستقل برای دفاع از حقوق انسانیشان محروم باشند و آن وقت صاحبان سرمایه هزینه برای تأمین ایمنی محیط کار بکنند؟ آیا می شود در کشوری که کارگران و معلمانش را با تشکیل پرونده‌های امنیتی به سلابه می کشند و آنان را با چشمان بسته در سلول‌های انفرادی مورد بازجویی قرار داده و به حبس‌های طویل المدت از 5 تا 17 سال محکوم می کنند، دولت و کارفرمایانش با استاندارد‌های امروزی به فکر تأمین ایمنی آنان در محیط کار باشند؟ واقعا اینه، این حکومت مستضعفینه که به ریش همه خندیدن و کارگران رو اینجور به بدبختی و فقر کشیدن. بسیار سپاسگزارم، به قدری بسیط بحث رو باز کردید که جای هیچ سوالی باقی نمیمونه. نیکو انگکوسر، آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز کارگر در دیدار با کارگران پیوند معناداری بین حضور مردم در انتخابات و امنیت رژیم اسلامی در قدرت رو مفهوم داد. امروز امنیت کارگران در محل‌های کارشون اینچنین در خطره، آیا این میتونه زنگ خطری برای جامعه ایران برای دست برداشتن از حمایت از رژیم و شرکت در انتخابات نمایشی باشه؟ چه نکته خوبی رو اشاره کردید آقای آقازمانی. سوال قبلیتون که اشاره داشتید به آقای قالیباف و اینکه نامزد شده، چند تا نکته رو من اینجا بد نیست باز بکنم. سال 1375 مطالعات مشترکی میان ایران و ژاپن انجام گرفت برای بررسی وضعیت لرزخیزی شهر تهران و شبکه لرزخیزی نقاط مختلف شهر تهران رو اینا بررسی کردن و بر اساس اون مطالعات نتایجی که گرفتن بسیار نگران کننده بود. 1375 دولت هاشمی رفسنجانی هست، شهردار کربازچی هست و همه هم خیلی خوشحالن که شهر تهران بسیار سبز و جدول‌های خیابون‌ها رنگ میشه و کرکرهای مغازه در مناطق مختلف رنگ‌های مختلف بسیار شادی دارن. نتایج این مطالعه بسیار نگران کننده بود، چرا که اگر گسله‌هایی که در اطراف تهران وجود داشتن هر کدوم فعال می‌شدند، بر اساس محاسبات از چند صد هزار کشته تا میلیون کشته ما ممکنه داشته باشیم اگر زمین لرزه قدرتمندی در تهران اتفاق بیفته، که اگر گسل جنوب شرقی تهران، اون محدوده گسل بی بی شهربانو که زمانی شهر ری رو با خاک یکسان کرد، اون تکانه هاش این مجددا فعال بشه، خب همین نگرانی ها رو زیاد میکنه. چند درصد از شهروندان تهرانی آگاه شدن از این ماجرا و حتی اگر در روزنامه منتشر شد، چند درصد از شهروندان اومدن و سوال کردن از مدیران اجرایی شهر تهران که برای مقاوم سازی شهر چه کردند؟ تقریبا میتونیم بگیم هیچ. یعنی کرباسچی این کار رو نکرد، الویری نکرد، ملک مدنی نکرد، احمدی نژاد نکرد، قالیباف هم نکرد.
اتفاقی که میفته این هست که اگر روزی روزگاری خدای ناکرده زمین لرزه قدرتمندی بیاد و مردم آماده نباشند، ما اتفاقی که برای شهروندامون میفته متاسفانه آثارش از یک کودتا و تغییر رژیم به طور حالا به قول معروف نظامی اثرات مخربتری رو باید تحمل کنیم. این گفته یکی از تحلیلگرانی است که زمانی توی کاخ سفید تو شورای امنیت ملی کاخ سفید بوده، راجع به زمین لرزه احتمالی تهران اینو میگه. این که میگم زمین لرزه احتمالی تهران، زمین لرزه خواهد آمد، زمانش دقیقاً معلوم نیست. این که اتفاقهایی که در کشور میفته به خاطر فقدان مدیریت صحیح هست. ما همه میدونیم زمین لرزه میاد، اما ساختار نظام برای این مجموعه چه کرده جز این که مثلا محدوده رهبری رو اومدن مستحکم سازی کردن بر اساس حالا قواعد و قوانینی که وجود داره که آقای دایی تخصص بیشتری در این زمینه دارن، مناطق ویژه‌ای رو اومدن ضد لرزه مثلا مستحکم کردن، اما شهروندان عادی مناطق مختلفی مثل 13، 14، 17، 20 در تهران چه اتفاقی براشون میفته؟ جایی که تراکم جمعیت زیاده چه اتفاقی میفته؟ این فقط قالیباف نیست، کل سیستم هست که چطور روشون شده واقعا بیان و نامزد بشن. آقای روحانی در سال 1383 وقتی که بحث راجع به زمین لرزه تهران زیاد شد، اومد موضوعی رو اعلام کرد که بیایم بر راجع به مثلا جابجایی پایتخت حرف بزنیم که برخی ها مخالفت کردن، چون گفتن که مثل برزیل که اومد شهر برزیلیا رو ساخت و پایتخت در حقیقت اداری خودش کرد و در عمل رونق چندانی نگرفت. و یکی از مخالفانش زمانی خود کرباسچی بود، هاشمی رفسنجانی مخالف بود و خاتمی هم ظاهرا موافقتی نکرد. اما ببینید اگر تهران اتفاقی براش بیفته، کل مملکت چه اتفاقی براش بیفته؟ همه شهروندان ایرانی عزیزن، ولی تمام اقتصاد ایران، تمام سیاست، تمام مدیریت ساختار در تهران متاسفانه متمرکز شده. تمام این سیاسیونی که دارن میان اونجا راجع به این مسئله حرف نخواهند زد. چرا قالیباف نامزد شده؟ چرا روحانی نامزد شده؟ هاشمی طبا که به هر صورت همیشه نقش مشاور رو همه جا داشته، بقیهشون همینطور. نه واقعا اینا از سنگ پا هم روشون بیشتر هست که اومدن. با کمال تأسف. بسیار سپاسگزارم نیکو انگکوسر. آقای دایی اگر نکته‌ای در مورد معدن یورت ندارید، من بحث رو تغییر بدم و مباحث دیگری رو هم که در برنامه این برنامه همون باید بهش بپردازیم رو مورد توجه قرار بدیم. به نکته خاصی نیست، ولی واقعش اینه که ما که در رسانه ها هستیم، کسان که فعالیت سیاسی میکنن، یادمون نره که بزرگترین بخش جامعه ایران، یعنی کسانی که به فقر و فلاکت افتادن، یعنی الان بخش اکثریت مردم ما زیر خط فقر یا در فقر شدید به سر میبرن، مشکلات زیادی برای زندگی دارن. این بخشی از فعالیت ماست، بخشی از مبارزه ماست که بلندگوی اینها باشیم، صدای اینها رو به گوش همه دنیا برسونیم، تو این رسانه ها مطرح بکنیم. فقط بحث های سیاسی نیست، یک مسئله واقعی. اینا دارن در زیر واقعا فشار این حکومت خورد میشن. ببینید الان به خاطر تحریم هم که نیست که این حرفا، که این فقر و فلاکت، یادتون هست که من یادم دو سه سال پیش که همین نایاک و رفقا تلاش میکردن که تحریم ها رو بردارن، واقعا تحریم هم مشکل اصلی نبود، میکردن. یادتون چه صحبت هایی میکردن؟ یعنی همین سیامک نمازی که الان زندانه تو این باندبازی های اینها دستگیر شده، و اینا آوردنش مؤسسه ویلسون اینجا یه گزارش داد در مورد کمبود دارو به خاطر تحریم ها. بهش سفارش دادن که اینو بنویس، کلی دروغ نوشته بود که به خاطر تحریم ها دارو نمیره، تمام اینا دروغ بود. من یادم همون موقع مشاور اتحادیه اروپا گفت آقا ما به جمهوری اسلامی گفتیم بهت کانتینرهای مخصوص، یه راه مخصوص میذاریم دارو ببر. دیدیم تو این راه مخصوص و کانتینرهای مخصوص وسایل تسلیحات هسته‌ای رو جا داده بود برای برنامه هسته‌ای. یعنی همون هم تقلب میکرد، همون هم تقلب میکرد. بماند چقدر اونها سینه به تنور چسبوندن، اونها
حالا دیگه اصلا صحبتی ازشون نی، همش دنبال سرمایه‌داران که بیان ایران و توتال و دارن با هم رفیق شدن. حال اصلا صحبت از فقر و فلاکت مردم نیست. فقر و فلاکت و بدبختی مردم، تحریم کجاست؟ این حکومته که حلقوم مردم ایران در میاره. رفته دیدم نوشته چی؟ مشهد، مشهد الحسین، یه جا تو مشهد الحسین واقعا آدم ماتش میبره. تو حلب، تو حلب، حلبی که دیدید ویران شده، یه جا رو نشون داره میده زریح و امامزاده توری همه جمع شدن، نوشته دولت جمهوری اسلامی رو بازسازی کرده به نام مشهد الحسین. مشهد الحسین دیگه چیه؟ آخه تو سوریه میدونید که شما سوریه نزدیک 2% شیعن، علویان هم که اصلا این حرفا نیستن، اونا نزدیک 10-12% علویان هم اصلا دوبال این چیزا نیستن. تو حلب صحبت شی که اینجا اصلا شما مسیر هم نگاه کنی نمیخونه، یعنی مسیر رو اگه شما نگاه کنی میگه که کاروان اسیران کربلا که امام حسین رو کشتن، زینب و بقیه رو که اسیر گرفتن ببرن تا مثلا درم کجا، در این مشهد الحسین اینا شب توقف کردن مثلا چند وقت، اینو کردن امامزاده بازسازی کردن، گنبد و دستگاه شما باید ببینیم. آخه اینا رو باید بیا ما بگیم، یعنی ما کار سیاسی میکنیم یکیش اینه. واقعا این مردم دارن خورد میشن، کلیه میفروشن، واقعا اصلا اسفباره. من فکر کنم یه وظیفه اصلی همه است که اینها رو مرتب بگن. حالا نه این حادثه فاجعه بار اتفاق افتاده ما میگیم، ولی همیشه باید از مشکلات عظیم مردم ایران به خاطر این حکومت یاد کرد، نه اینکه یه دکان اینا رو انداختن سر تحریم‌ها تعطیلش کردن رفت. بسیار سپاسگزارم. یادآوری کنم که کربلای حقیقی امروز در آزادشهر استان گلستانه که شاهد درگذشت این بخش از هموطنانمون بودیم. الان که ساعت 7:37 بامداد روز جمعه در تهران هست، بر اساس آخرین اطلاعاتی که خبرگزاری های داخلی منتشر کردن و به روز رسانی کردن، 35 کشته و 73 مجروح تا به این لحظه از معدن یورت خارج شدن و امیدواریم که باقی عملیات امداد و نجات به در نهایت پیدا کردن افراد زنده مانده بیشتری بیانجامه. اما آقای کوثر، دو روز پیشتر از این چهارشنبه عصر به وقت محلی در ایران، محمود احمدی نژاد در یک پیام تصویری به طور تلویحی گفت که از هیچ کسی در انتخابات حمایت نمی‌کنه و از برخوردها و گفتارمان‌های متعدد بر علیه دولت خودش برآشفته بود و این رو ساختار شکرانه و سازماندهی شده قلمداد میکرد. از شما بیشتر در مورد پیام تصویری و البته ساختار شکر محمود احمدی نژاد بشنویم. جالب بود آقای احمدی نژاد به قول معروف خیلی حالا گزنده میخواست به طنز بگه که آزادی در ایران وجود داره ولی فقط برای حمله به دولت‌های نهم و دهم. اما همه فراموش کردن که خیلی ها فراموش کردن توی نزدیکانشون که این دولت‌ها چگونه کمک کردن به سرکوب کسانی که به اشتباه و خطاهای بزرگ ایشون اعتراض میکردن و چه جوانانی در راه اعتراض به نتیجه انتخابات 88 جان خودشون از دست دادن نسبت به دولتی که مورد حمایت آیت الله خامنه‌ای و سپاه بود. و اون زمان به قول معروف فکر آقای احمدی نژاد به فکر رهبری نزدیکتر بود ظاهرا، و دیدیم که چه بر سر آنچه ایشون خس و خاشاک مینامید آوردن، نیروهای مختلف بسیج و نیروهای وابسته به سپاه. حالا آقای احمدی نژاد در موقعیتی قرار گرفته که حالا حالت اپوزیسیونی داره به خودش میگیره، از هیچ کس حمایت نمیکنه، که به عبارتی برخی معتقد بودن به نحوی داره تحریم هم میکنه. این که آقای احمدی نژاد اونجا میاد و انتقاد میکنه و کنار دستش هم آقای بقایی مثل یک زامبی که واقعا عکسشون نگاه میکنی، قیافش نگاه میکنی، جانی در بدنش وجود نداره، مثل اینکه واقعا مثل زامبی هایی که توی فیلم های وحشتناک میبینید اومده اونجا قرار گرفته، حالا یا فرانکنشتاین که حالا که موجود دست ساخت بوده یا حیولای فرانکنشتاین در حقیقت.
ولی چیزی که جالب هست این که احمدی نژاد به هر شکل میخواد وجود خودش رو به نحوی به سیستم همیشه تحمیل بکنه و همیشه سر زبان‌ها باشه. این که احمدی نژاد دلش میخواست که بعد از رد صلاحیتش اثرگذاری بیشتری داشته باشه و عملا کسی سراغش رو نگرفت، خب خیلی بهش برخورد، ولی به نظر من این میخواد وزنه بودن خودش رو اثبات بکنه. حالا کسی تحویلش نمیگیره، حداقل خودش که میتونه خودش رو تحویل بگیره و خدا خیرش بده. حالا درست امروز امشب ما واقعا نای خندیدن نداریم، ولی بالاخره آقای احمدی نژاد همیشه سوژه بوده، سوژه خیلی خوبی هم هست برای کاریکاتوریست و کارتونیست و طنز پردازان، و از این باب خدا همیشه حفظش کنه. متشکرم. آقای دایی، برخی ها هم معتقدند که محمود احمدی نژاد امکان سازماندهی یک سری از بسیجی ها یا گروه های تندرو و مسلح رو برای نوع قیام خیابانی دارد. آیا چنین مسئله یک توهمه یا واقعا امکان چنین چیزی هست؟ توهم، کاملا توهم. اوکی. عرض کنم که به خاطر اینکه انقدر سازماندهی سرکوب در ایران و یعنی دستگاه سرکوب متمرکز و سازماندهی شده است که خبرها نیست. مثلا حمله به سفارت عربستان، یقه قالیباف رو گرفته بود جهانگیری، مگه میتونه مثلا کسی در ایران فکر کنم از حمله به کنسول عربستان در مشهد و سفارت در تهران مجموعاً یه چیزی 8-9 ساعت طول کشید، مگه میتونه نیروی 8-9 ساعت تو خیابون خودسر بیاد این کارا رو بکنه؟ این حرف ها نیستش که احمد نژاد اون موقع که اووردنش و اینها یه ادم، خب به خاطر اینکه در دولت بود اومدن پشتش، از سابق تو سپاه بوده مثلا، این دیگه نیروی نداره، کجا اینو سازماندهی کرده؟ تو زیرزمین خونهشون قدرتی نداره که پدرش در میارن. این حرفا نیست. در ایران این خبرها نیست، نه صحبت از کودتا خواهد شد، نه صحبت از یک کسی بتونه خودسر کاری بکنه. اینقدر متمرکزه در دست فرمانده کل سپاه و دقیق اینا جلو میرن تمام سرداران سابق سپاه که دیگه جایی برای این بازی ها به نظر من نمیمونه. بسیار سپاسگزارم. آقای کوثر، آقای دایی انگوش رو مسئله بسیار مهم میگذاشتن، مسئله حمله به سفارت عربستان شده گلوگاه تا به الان دست کم گفتمان های انتخاباتی در ایران با انگشت اتهام به سمت آقای قالیباف. مسئله و صحبت هایی که امروز هم آقای ظریف کرد و گفتش که این حماقت نیست، خیانته، این رو شما چگونه تصور میکنید، چگونه ارزیابی میکنید این صحبت ها رو؟ برای من خیلی جذابه که هم تیم آقای جهانگیری و هم تیم آقای روحانی و کسانی که بالاخره با آقای ظریف کار کردند با اشغال کنندگان سفارت آمریکا در سال 1358 خیلی نزدیکن. یادتون هست که دولت روحانی اومد آقای ابوطالبی رو به عنوان در حقیقت نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل معرفی کنه و ایشون نتونست ویزا بگیره به خاطر نقشی که داشت در اشغال سفارت آمریکا. و یا مثلا ببینید خانم ابتکار که یکی از افراد مهم اون مجموعه بود، مترجم بود و در زمان اشغال سفارت، ایشون الان توی دولت روحانی کار میکنه و عملا داره کار ستادی هم میکنه، کمک میکنه برای انتخابات. من متوجه نمیشم چطور هست که یک حمله به سفارت خوبه و یک حمله بده. هم از منظر عقلانی و سیاسی هر نوع حمله به هر نوع سفارتی در هر جای دنیا کار زشتی هست، منتها به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر مجموعه منافع اینها فراموش میکنن. و برخی از رای دهندگان هم به خاطر اینکه حالا علاقه ای ممکنه داشته باشن به یک رنگ، به رنگ بنفش داشته باشن، که من یاد مرحوم گوری لنگوری میفتم، طبیعتا یادشون میره و نمیخوان ببینن که خیلی از کسانی که دارن با آقای روحانی کار میکنند در حقیقت اینها بر اساس اون مفهوم تروریست های اشغال کننده سفارت هستند و این طرف قضیه رو میبینن. من یک نکته رو هم من میخوام اینجا اشاره بکنم تا یادم نرفته. وقتی صحبت های کاندیداها رو نگاه میکنین، ما چند تا موضوع رو داریم، صحبت هایی که مطرح میکنن، صحبت هایی که مطرح نمیکنن. وقتی جهانگیری اومد و در برنامه تلویزیونی اومد صحبت کرد و اومد مطلق خودش رو به
آقای قالیباف گفت، گفت بهشون تماس گرفتم وقتی پلاسکو آتیش گرفت در تهران نبودند، گفتم حالا میام. خب یعنی که من کارامو درست انجام میدم، طرف مقابل انجام نمیده. آقای جهانگیری به عنوان کسی که مسئول در حقیقت احیای دریاچه ارومیه بوده و گروهی رو، ستادی رو راه اندازی کرد برای این ماجرا و خیلی از کارهای دیگه و مثلا افراد درجه یکی رو آوردن به کار مشغول کردن به عنوان مشاور، ازشون باید پرسید که شما که میلیاردها دلار امکانات داشتید و باید اینو تخصیص میدادید به کار مختلف، در زمانی که الان داریم نگاه میکنیم بسیاری از منابع آبی ایران از بین رفتن، دریاچه ارومیه سطحش بر اساس خبرهای رسمی سایت چیزی که اعلام شد هفته پیش سطحش پایین‌تر اومده از زمانی که اینا دارن مدیریت میکنن و اتفاقایی که داره در اطراف اکناف میفته اونها هم همینطور. هم قالیبافش مسئول هست به خاطر بلاهایی که بر سر تهران آورده، به خاطر نبود نظارتش، به خاطر اشتباهات بزرگش، به خاطر سوء استفاده مالی که امکانش فراهم آورده و در مسیری هست که از زمان کرباسچی وجود داشت، در زمان الگیری وجود داشت، در زمان ملک مدنی وجود داشت، در زمان احمدی نژاد وجود داشت، ولی عملا شما میبینید اون فساد وجود داره و هیچ کسی هم حرفی راجبش نمیزنه ظاهرا مگر در زمان انتخابات. اما اینهایی که الان دارن حمله میکنن به قالیباف، عجیب هست که شورای شهر که اکثرا دوستان اصلاح طلب اینا توش بودن، حالا قبل از دولت روحانی، حالا بعد از دولت روحانی هم چند نفری اومدن وارد دولت شدن یا معاونت مختلفی گرفتن، اینا چرا هیچ وقت حمله نکردن به قالیباف به خاطر اون فساد مورد نظر، یا الان متوجه شدن؟ اینها تمام بحثایی که مطرح میشه به نظر من بایستی اون چیزی که مطرح نمیشه دید. یک زرنگی جالبی هم این وسط آقای رئیسی کرد که نامی از در حقیقت شرکت کرسنت برد توی این ماجرا و به نظر من توی مناظره امشب به وقت تهران ممکنه درباره کرسنت مسئله مطرح بشه و بایستی ببینیم دولت این وسط چه جوابی خواهد داد. بسیار سپاسگزارم نیکوهنگ عزیز. آقای دایی، میدونم که پیش از این به شدت با بحث باز کردن مباحث مربوط به مناظره ها مخالفت کردید و گفتید که اساساً نباید در دام این گفتمان افتاد، ولی برخی از مردم در جامعه معتقدند که تا همین جا نیروهای دولتی سعی در حذف آقای قالیباف گذاشتن و رقابت قالیباف روحانی شده به جای اینکه رئیسی روحانی بشه، با اینکه برخی هم میگن سازمان ها و نهادهای مهم اصولگرا پشت رئیسی ایستادن و او رو تقویت میکنن. این فضا واقعا چگونه است؟ یعنی واقعا رقیب رقبای اصلی انتخاباتی چه کسانی هستن؟ عرض کنم که من نگفتم صحبت نکنیم، من گفتم ما همیشه یادمون باشه که طوری صحبت نکنیم یا وقتی میگیم حتما یادآوری کنیم که این انتخابات نیست. سعی نکنیم مثلا عادیش بکنیم این زشتی این نمایش مسخره رو. ما میتونیم از مناظره خیلی چیزا گیرمون بیاد، تعادل داخل نظام به کدوم سمت میخواد بره، چه شگردایی برای فریب مردم استفاده میکنه، همینا مهمه، جناح بندی هاشون نه خیلی مهمه. این یه نکته. نکته دومی که در مورد این که داره تبدیل میشه به اصطلاح قالیباف میاد، بسیاری از سایت های وابسته به سپاه و بسیج از اولم نظر خوبی نسبت به قالیباف داشتن. خیلی ها میگن که فعلا نمیدونن، به اصطلاح نتونستن رو اجماع برسن بین قالیباف و رئیسی، بنابراین گفتن که هر دو باشن ببینیم کدوم میرن دور دوم، بعد دوتاییشون بیان پشت سر هم و هم حمایت بکنن. یه همچی چیزایی صحبت میشه، البته اینا هست و گمانه. من یه نکته در رابطه با سوال قبلی بگم که به نظر من مهمه، چون ظریف امروز دوباره حرفش رو زده و جهانگیری هم حمله کرد به قالیباف، همه حمله به سفارت عربستانه. که چی میگن؟ آقا سفارت حمله به سفارت عربستان باعث شد که صدها هزار توریستی که میومد برای زیارت مشهد از این کشور عربستان و بقیه دیگه نمیان و روابط خراب شد. این کاری که ظریف و جهانگیری میکنن غیر از شیادی و عوام فریبی و دروغ چی دیگه اسمش نمیگه، یعنی درست اینا کپی برداری از کار خود آخونداست، میخوان به اندازه همونا شیادی کنن. اولا قالیباف کاری نیست، اگه جرئت دارید برید گریبان ولی فقیر رو و سپاه رو بگیرید. چرا میاد آدرس غلطی میدید؟ چرا اونو از زیر در میبرید؟ یک. دوم اینکه روابط با عربستان خراب شده فقط حمله به سفارت بوده؟
که شما ظریف گفته نه این اشتباه نبود، این خیانت بوده، روابط اینجوری شد، ما در دنیا اینجوری شدیم. آقا وقتی که قالی، وقتی که همون چند سال قبل از حمله به عربستان خود خامنه ای سخنرانی کرد، گفتش که چی آتش انتقام آل سعود رو خواهد گرفت، صدها تظاهرات علیه آل سعود برابر با آل یهود نابودتون میکنیم، وقتی میرید یمن موشک میزنید به ریاض این کار رو میکنید، در سوریه این دخالت ها رو میکنید، سیستم موشکی دارید، هیچ کدوم اینا باعث نشده که توریست به ایران نیاد، سرمایه دارا به ایران نیان، روابط اقتصادی خراب نشه، هیچ کدوم. نه آقای ظریف، فقط حمله به سفارت عربستان اون توسط قالیباف، رفیقای قالیبافه که مشکله. چرا نمی اصلش بگی؟ جمهوری اسلامی سیاست های منطقه‌ای در سوریه، در لبنان، در عراق، در یمن، در بحرین، در افغانستان منافع عربستان و بقیه رو تهدید میکنه. مسئله فقط حمله سفارت نیست، مگه شما از دیوار سفارت انگلستان نرفتید بالا؟ الان روابطم برقراره، برای که اونا منافعش میبرن، ولی شما میخواد حکومت آل سعود هم تو که میگید ساقط کنید. یک کشوری مثل عربستان که با شما اینقدر مدارا میکرد به دشمن تبدیل کردی که دیگه کوتاه نمیان. همه چیزم هم میگذشت، مگه همین آقای میردامادی اینا، همین خط امامی ها، مگه اینا سال 1986 108 کیلو TNT تو چمدون مسافران نبردن عربستان که اونجا منفجر کنن؟ تو استعفانامه آقای میرحسین موسوی صحبت از چی میکنه؟ میگه در چمدان مسافران به حج TNT جاسازی شده بود. کدکیو داره میگه؟ عربستان از اینم کوتاه اومد، با شما مدارا کرد. پس مسئله فقط سفارت نیست، شما هی آدرس غلطی میدید، اینا دکانه شیادیه، بنابراین اینا همه شیادی های انتخاباتیه، میزن گردن هم دیگه، چون حرف اول نمیتونه توی انتخابات که نمیان توی مناظره بشینن راجع به مشکلات اساسی صحبت بکنن، که همین یخه هم سر یه موضوعی بگیرن که نه خدا نکرده اسم ولی فقیه سپاه هم نیاد. بسیار سپاسگزارم آقای دایی. یکی از زشت پندارترین صاحبان تریبون در جمهوری اسلامی حسن عباسی است. این صحبت ها متعلق به ساعتی پیش در ایرانه. ما اعلام کردیم، بازم تکرار میکنیم، تا این آل سعود رو جمع نکنیم، تا رژیم صهیونیستی رو در 25 سال آینده بساطش نرسیم به هم، تا آمریکا رو تبدیل به جمهوری اسلامی نکنیم، کاخ سفید رو بکنیم حسینیه، دست از سر اینو بر نمیداریم. یعنی که از خدایگرایی سازوکا رو بگیم. عزیز جوان، برادر عزیز، این نکته رو داشته باش. اونایی که میرن تو راهی که قاسم سلیمانی فرماندهی میکنه میرن شهید میشن، اونا از کر خداگرایی هیچی رو نگیرن. این جریان حفظ کارگزاران، اینا دنیا براشون مهمه، یه تخ کنی میترسن، اینا توشون یه شهید وجود نداره. نظام هی مدام بر نگردید سراغ دولت احمدی نژاد. دولت احمدی نژاد مهمترین ویژگیش این بود که این مملکت رو در حوزه این سازوکارا جلو برد. اگر از تحریم ها فشاری آمد، بعضی از ارکان اصلاح طلب بلند شدن رفتن اونجا گفتن تحریم ها رو گسترده کنید. این که اصلاح مدارکش موجوده دیگه دوست عزیز. اصلاحاتی ها نردهش میبازن به آمریکایی رو میگن. اما شما جوان عزیز این سوال رو به دوستات پاسخ بده. اون سوال اینه، چرا وقتی ترامپ اومد سر کار 30 تا از اصلاح طلبا نامه زدن بهش گفتن به ایران حمله کن و فشار بیار؟ آیا اینایی که نامه زدن 30 نفر مثل باطلی و کی و کی و کی، اینا بچه های انقلابی و اصولگرا بودن، بسیجی بودن، یا عوامل آقای مصطفی تاج‌زاده در فتنه سال 78 بودن؟ اینه رضا جریان اصلاحات. وقتی شیرین عبادیش میره اونجا جایزه نوبل میگیره، بلند میشه میگه به فرانسه و به آمریکا میگه ایران تحریم کن، وقتی باطلی و دیگران هم فکران آقای خاتمی و آقای کوکه بلند میشن میرن نامه میزنن سه ماه پیش به ترامپ میگن به ایران حمله کن و تحریم اقتصادی کن. عزیز من، اصلاحات اینه، اصلاحات این 300 نفری هستند که تو بی او ای و بی بی سی فارسی هستن. اصلاحات اونیه که آقای سروش که اساس دین رو میبره زیر سوال، میگه در واقع پیامبر خواب دیده شده قرآن. اصلاحات این جریانات مبانی فکری اصلاحات که از اساس با شهید و شهادت مشکل داره، با دفاع از حرم مشکل داره،
خودتون شما جوانان احساساتی آیندتون رو فدای لیبرال ها نکنید. امام فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته. تا ما زنده هستیم نمیذاریم لیبرال ها این حرف ها ادامه دارد. همین بخشش فکر میکنم کفایت میکنه برای اینکه یاوه‌گویی های یکی از زشت کردارترین صاحبان تریبون در ایران حسن عباسی رو بشناسیم. نیکاهنگ کوثر، حسن عباسی داره در یک محیط دانشگاهی صحبت میکنه، براش کف میزنن، سود میزنن و تشویقش میکنن، یعنی مخاطب داره، درست میگم؟ والا جایی که آقای عباسی میتونه سخنرانی کنه از دانشگاه تبدیل به دانشگاه شده، یعنی کاهنده دانش و یا دانشگاه، یعنی مجموعه که میتونست یه گاوداری بسیار بزرگ باشه به نظر من. من البته خیلی جلو خودم گرفتم امشب چیزی نگم، ولی نمیتونم جلو خودم بگیرم. این صحبت های عباسی که شنیدم اندکی خون محترمم به جوش آمد. اما توجه بکنید که در میان صحبت هایی که میکنه میدونید که این جماعت جماعتی هستن که با نیم واقعیت ها میان فریب میدن. کیهان یا مثلا اون زمان که صبح امروز بود از یادداشت‌های راجع به مثلا قطعه زنجیری یا چیزای دیگه، روش اینها روشی که در حقیقت پروپاگاندای سپاه و وزارت اطلاعاتی در حقیقت میتونم بگم روش‌های نیم واقعیتی هست. بخشی از واقعیت رو میگن، بقیه‌اش رو شروع می‌کنن بر اساس اون تحلیل دادن و فریب دادن. مثلا چیزایی که راجع به این مثلا نحوه استخدام رسانه‌های که از مالیات شهروندان آمریکایی و انگلیسی استفاده میکنن تا حدی اگر دقت بکنید بی ربط نیست. اینا بر اساس پرونده‌ای که تحقیق کردن و یا دربردن، کار خیلی سختی هم نیست، میشه فهمید که نحوه استخدام افراد چگونه بوده در این رسانه‌ها و نقشی رو که دارن انجام میدن برخیشون در این رسانه‌ها چی هست. آیا در حقیقت روزنامه‌نگاری هست یا کمک به یک جناح سیاسی خاص برای تداوم حالا قدرت در ایران که بخش‌های بتونن معاملات و معاملات سیاسی و اقتصادی خودشون رو انجام بدن در برخی از دولت‌های اروپایی و یا شرکای مختلفشون کاری رو انجام بدن. وقتی اینا رو کنار هم می‌گذارید یک قسمتش واقعا میتونم بگم پرت است، اما یک نکات خیلی ریز قابل توجه هم داره. اما من می‌خوام یک نکته دیگر رو عرض بکنم اینجا. در همین روزهای گذشته ویدیویی در فضای مجازی پخش شد که گفته‌های آقای حسین دهباشی، کسی بود که فیلم تبلیغاتی حسن روحانی رو ساخت و کارهای مصاحبه‌های مختلف اون زمان انجام داد و کارهای ستادی ایشون رو انجام میداد، این اومد صحبت کرد راجع به عملکردش در آن زمان و صحبتایی که مطرح میکنه به نظرم خیلی جالب توجه و بایستی روش تحقیق بیشتری بشه. در این که آقای دهباشی سابقه خوبی نداشته، در آمریکا دستگیر شده و یا FBI روش پروندهش بحث زیادی داشته و حالا سر افرادی که باشون گفته و کرده کلاه گذاشته نباید پخش میشد، تمام اینا میتونیم راجبش صحبت بکنیم. اما نکته‌ای که وجود داره یکی این که چه شعارهای بر چه اساسی تنظیم کرد برای که در حقیقت مخاطب ایرانی فریب داده بشه، یعنی صحبتهایی که میدونست روحانی بهش اعتقاد نداره اما برای رأی آوردن چه بازی رو انجام داد. حالا البته اگر بتونیم بگیم که بله انتخابات بسیار منطقی بوده، در ایران هیچ تقلبی صورت نگرفته و همان پاک دست بوده باشن، اما با وجود تمام اینا وقتی بعد نگاه میکنید که صحبت میکنه در جایی که برفرض روحانی وقتی سوار ماشین شد چه بازی کرده، چه حرفی زده، یا مثلا بحث کلید رو مطرح میکنه راجع به اون صحبت میکنه، وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید میبینید که چه فریبی خوردن بسیاری از کسانی که 4 سال پیش به روحانی رأی دادند و بعضی از اونها به خاطر اینکه امکان این براشون انگار وجود نداره که فکر بکنن که اقدام درست شاید چه باشه، باز هم ادامه میدن برای که انگار مثلا اگر از اون روند پا پس بکشن به غرورشون لطمه وارد میشه. بقیه هم بقیه کاندیدا هم همچین وضعیتی دارن و ببینیم که حالا خوشبختانه این قضیه ثبت شده که خود طرف داره میگه که اگه من با چیزایی که میدونستم احتمالاً امسال این کارو نمی‌کردم که بیام و براش فعالیت بکنم. این خیلی حرف جالبیه. حالا درسته حسین دهباشی به اون امکانات که می‌خواست دست پیدا نکرد، یعنی فقط بعد نتیجه کارش برای تبلیغات روحانی شد که مثلا بشه مثلا تو هیئت مدیره مثلا جانشین
برای سازمان منطقه آزاد کیش بشه و کار دیگه و انتظار داشت مثلا یه پست بسیار مهم بگیره در حد رده بالای دولتی، ولی تحویلش نگرفتند و بقیه اومدن اون پست ها رو گرفتن. ولی بیاین نگاه بکنید که در حقیقت ساختار امنیتی که چنین افرادی رو پرورش میده، اینا هم وقتی به نقطه میرسن کنار میگیرن از کسانی که از اونها حمایت کردن و تبلیغ کردن براشون. و به نظر من اتفاق چیز خوبی که در محدوده زمانی انتخابات میفته، همونطور که آقای دایی گفتن، اینه که ما بتونیم یاد بگیریم از خیلی از این اتفاقات و بر دانشمون بیفزاییم و اینا رو کنار هم بگذاریم و بتونیم تحلیل بهتری داشته باشیم از وضعیت و اینکه چه کلاهی بر سر مردم ایران میره، مردمی که متاسفانه باید بگم بخش بزرگی از مردم هنوز جدی نگرفتند آن چیزی رو که بلایی که داره سر سرزمینمون میاد و متاسفانه ما به فاصله زمانی کوتاهی نسل‌های بعدیمون در شرایطی قرار میگیرن که مردم سوریه چند سال پیش قرار گرفتند. متاسفانه نمیشه گفت که امیدوارم این اتفاق نیفته، واقعیت تلخی است که داره اتفاق میفته و واقعا نمیشه جلوش رو هم گرفت، حداقل با این حکومت. اما آقای دایی، آقای کوثر اشاره کردن به حسین دهباشی. اشاره به حسین دهباشی ما رو برمیگردونه به حلقه نیویورک، گروهی از فعالان و روزنامه نگاران نزدیک به جامعه اصلاحات که حالا در این سالها در نیویورک به اتاق فکر تبادل اطلاعات تبدیل شدن. برخی صحبت ها مطرح میشه بعد از کاهش قدرت نفوذ نایاکی ها در واشنگتن دی سی، حالا حلقه نیویورک بار دیگه داره میکوشه تا بتونه ارتباط خودشو با رسانه های آمریکایی نزدیکتر کنه، شاهد انتشار مقالات مکررتری از اونها باشیم یا فعالیت های برای نزدیکی به برخی کاندیداهای انتخاباتی در سال 2018. آیا این صحبت ها درسته و اساسا این حلقه نیویورک و فعالان حلقه نیویورک که حالا آقای دهباش و اینها هم از همین حلقه بعدن به ایران قبل‌تر به ایران برمیگردن، تا چند اندازه میتونن جدی در آینده روابط ایران آمریکا باشن؟ عرض کنم که این حلقه نیویورک حلقه جالبیه، کم در موردش صحبت شده. تو اینا که در نیویورک بودن که خب دهه اول انقلاب که جنگ و اینها بود که اینا کاری نبودن اینجا. اتفاقی که افتاد واقعش اینه که وقتی که رفسنجانی اومد، به خصوص دور دوم ریاست جمهوریش، همین حسین موسویان که الان اینجا شده استاد دانشگاه بلنسبت، ایشون سفیر بود در آلمان و از طرف رفسنجانی اینا اومدن گروگان‌های غربی باقی مانده در لبنان که حزب الله در اختیار داشت و معامله کردن و یه مقدار تنش زدایی کردن. این حلقه نیویورک که اینجا بودن که کمال خرازی بود و بسیار سفیر اصلی بود، برادر زادش که میشد به اصطلاح صادق، این صادق همه کارا رو این میکرد، یعنی همه کار این بود در حقیقت. اون کمال رسمی بود، صادق که برادر زادش بود، همه جا مثل سایه هم دنبال این بود. جالب اینه که اولین شغلی که کمال داشت رئیس ایرنا بود. بله. صادق هم شده بود معاونش مثلا، بعد وزیر خارجه شد معاونش، سفیر در نیویورک بود، ایشون هم باید معاونش بود، همه کاره بود. این حلقه نیویورک که ظریف و اینا هم توش بودن، دهه 90 اینا روش کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زمان رفسنجانی این رفتن لابی رو بندازن. اینا از سال 92-93 که قرارداد نفتی با کنوکو بستن، با کمپانی نفتی رفیق شدن. رفسنجانی اصلا مافیا نفتی رو انداخت. این کرسنت و اینا هم برمیگرده، همه برمیگرده به اون سابق. اینا با کمپانی نفتی رفیق شدن. ببینید، شما وقتی با کمپانی نفتی آشنا شدی، رفیق شدی، معامله کردی، برای شما ارتباطات سیاسی و نفوذ فراهم میکنن. اینان که برای شما نفوذ فراهم میکنن. اگر شما بگوید تیتو پارسی چجوری روش کرد، همین کمپانی ها بودن. این حلقه نیویورک به خاطر اون لابی که راه افتاد، اینا اومدن بالا، فعال شدن به نفع حکومت، لابی راه انداختن. اصلا یکی از مصاحبه‌ای که امیر احمدی داره خودش میگه، من اینو که نزدیک خودم دیدم، من اولین باری که اسم لابی رو شنیدم از فرانسه که اومده بودم آمریکا، در منزل داماد آقای ابراهیم یزدی در هوستون بودم. یه فکس بود اون موقع که الان مثل اینا ایمیل اینا نبود، یه فکس بود هوشنگ امیر احمدی فرستاده بود و ایشون هم $10,000 $12,000 یادم نیست دقیقا چقدر تقاضای پول کرده بود از کمال خرازی. برای چی؟
برای کیترینگ، برای بسیار پول هزینه پذیرایی یه جلسه که گذاشته بود تو کنگره مسی که با گریسی که اینا گذاشته بود، که من تعجب کردم پرسیدم این پولشو چرا باید کمال خرازی بده؟ گفت اینا لابی میکنن. گفتم لابی یعنی چی؟ گفت اینا فعالیت میکنن که تحریما برداشته بشه. اینا خودش میگه امیر احمدی که ما کمپانی نفتی پول ما رو اینا میدادن، ولی من با کمال خرازی و اینا و صادق هماهنگی میکردم. خب این حلقه نیویورک با لابی را افتاد، با ارتباط با این به اصطلاح مؤسسات فکری را افتاد که همراهی میکردن با جمهوری اسلامی، خیلی هاشون هنوز هم میکنن، مثل بخشی از مؤسسه ویلسون، اتلانتیک، اینا همراهی میکردن. بنابراین اینها به خاطر لابی که کردن، تماسی با سیاست مدارا پیدا کردن، با کمپانی های نفتی پیدا کردن، نفوذ پیدا کردن. بخشی از وزارت خارجه شد تویول اینا. همیشه بودم. مثلا ظریف که کارش تموم شد به عنوان سفیر در اینجا 2007 که برگشت، خب تو وزارت خارجه خب اینا یه تویولی بودن دیگه. همین صادق خرازی اینا همیشه اونجا بودن. اینا برای حکومت فایده میرسونن. ولی حکومت، آقا حکومت آخوندی ولایت فقیه نمیاره اینا رو بکنه رئیس جمهور. آقا زمانی عزیز، به خصوص این دوره و دوره بعدی بسیار مهمه. برای چی این دعوه ها هست؟ رئیسی رو آوردن، قالیباف رو آوردن، برای اینکه احتمالی که خامنه ای تو 4 سال آینده بمیره خیلیه، احتمال زیاده. حالا 8 سال دیگه بخوان یکی دیگر بیرن حلقه نیویورک، خیلی مهمه برای تعادل داخل درونی حکومت که کی رو بکنن رهبر، بسیار مهمه. بنابراین من فکر نمی‌کنم اینا یه دوره‌ای به نظام خیلی خدمت کرده، هنوزم ظریف با اون سیاست دیپلماسی لبخند داره برای نظام کاری میکنه که هیچ دیگه نمیتونه بکنه، هیچ آخوندی نمیتونه حرفا رو بزنه، جذب نیرو بکنه در خارج، ولی در همین حد خواهد بود. اینا که به قول ما ایرانی‌ها قدیمی‌ها میگفتیم کبادکشن، اینا حمال نظامن، ولی نمیرن اینا رو ببرن در رأس نظام قرار بدن. بسیار سپاسگزارم. اشاره به جایی کردید آقای دایی به نام صادق خرازی. آقای دهباشی در همین یکی از همین مصاحبه های اخیر خودش وقتی آقای نوریزاد اشاره میکنه به آقا صادق، میگه آقا صادق، بعد میگه منظورتون فلانیه، آقا صادق خودمون که صادق خرازی اشاره میکنه، دقیقا مهر تاییدی پای حرفای شما. نیکانگ کوسر، آیا این حلقه نیویورک بعد از مصادره اموال بنیاد علوی، حالا البته این رو هم من تذکر بدم که بنیاد علوی پیش از انقلاب تحت عنوان بنیاد پهلوی اقدام به خریداری املاک و مستغلاتی در کشور ایالات متحده آمریکا به نفع مردم ایران کرده بود، بعد از انقلاب اموال بنیاد پهلوی که زیر نظر یک سازمان جامعی با مدیریت شهبانو فرع پهلوی اداره میشد و 100% منافع اون هم برای مخارج عام المنفعه در ایران هزینه میشد، متاسفانه مصادره شد و تحت عنوان بنیاد علوی به حمایت از فعالیت‌های توسعه مذهبی برای تشیع تخصیص پیدا کرد. گفته میشه بعد از مصادره اموال بنیاد علوی خصوصا برج منهتن، بسیاری از این موارد کمرنگ شد. یعنی یکی از دلایل از هم پاشیده شدن همین حلقه نیویورک این گلوگاه مالی بود که اونها ازش استفاده میکنن. شما چه اطلاعاتی در این زمینه دارید؟ اون زمانی که بحث شد که دولت آمریکا داره این بنیاد علوی رو توقیف میکنه، تصادفا من نیویورک بودم با گروهی از دوستان روزنامه‌نگار از کنار اون ساختمون که فکر میکنم 555 هم چیزی بود، یه چیز توی خیابون پنجم بود، بله تو خیابون پنجم، بعد از کنار این رد شدیم و کلی هم خندیدیم به ماجرا، ولی نه واقعا هیچ خنده ای هم نداشتیم. یک عالمه سرمایه مردم ایران هست در اونجا و سالهای سال یک گروهی که حالا من بهشون نگم حلقه نیویورک، نه حلقه گم شده داروین بودن در حقیقت، حالا تو نیویورک فعالیت میکردن این موجودات. اما وقتی نگاه میکنید به عمل کرده اینها، هر کدوم از اینها بهره های خودشون رو بردن از سیستم. آقای ظریف که در حالا قبل از انقلاب با به خاطر رابطه پدرش با افرادی در سازمان امنیت وقت امکان
بورس گرفتن فرزندش رو زارن فراهم کرد. حالا بر اساس چیزی که تحقیقاتی که انجام گرفته، چند سال پیش یک مطلبی ما منتشر کردیم در خودنویس که خیلی ناراحت شدن، تا یک صحبت های خود ظریف میکنه که به این نکته میشه رسید. و ایشون زمانی که جنگ بود در آمریکا موند و به جبهه جنگ هم نیومد و همین ماجرا باعث شد که چند نفر از نمایندگان مجلس پیشین به ایشون انتقاد کنن، از جمله آقای کوچک زاده اگه اشتباه نکنم و گروه دیگر. آقای صادق خرازی که به واسطه یه مجموعه روابطی که داشت تونست در کار جا به جا کردن اسناد تاریخی و یا عتیقه جات و عتیقه ها فعالیت بکنه و بسیار ثروتمند شد. به من خاطرم هست یکی از حالا کسانی که با اصلاح طلبان نزدیک بود میگفت من مراسم مذهبی خونه این آدم نمیرم، چون این چطوری تونست تبدیل به یک میلیاردر بزرگ بشه و اینقدر ثروتمند بشه، که حالا گفته میشه تقاص درخواستی هم حالا پس داده یا نداده اون دیگه بر اساس تفسیر، اما ایشون شرط خیلی خوبی هم بلا سلامتی نداره الان. و یا افراد دیگری که نزدیک بودن، یکیشون هم مثلا راجع به گروه نیویورکی ها آقای حسین فریدون هم ازش نام میبرن، کسی که بعداً سفیر جمهوری اسلامی در مالزی شد و فساد اقتصادی که ناشی از مجموع روابط ایشون بوده در حقیقت مالزی و محدود جنوب شرقی آسیا و با در حقیقت سپردن برخی از جابجایی های مالی پولشویی ها به امنیتی هایی که زمانی همکار خود حسین فریدون در وزارت اطلاعات بودن بعدن اومدن مستقر شدن در جنوب شرقی آسیا. خب نگاه میکنید تمام این افراد به نحوی تونستن در درجات مختلف نظام تاثیرگذار باشن و پاسخگو هم نباشن، و حالا افراد رد پایین ترشون مثلا حالا در ساختارهای مختلف وزارت خارجه یا مرکز تحقیقات استراتژیک یا شورای امنیت ملی و جاهای دیگر، هر کدوم از اینها دست وارد سیستم های معاملات بزرگ تجاری شدن که به هیچ کس هم پاسخگو نیستن. و این گروه نیویورکی ها میگم واقعا یه گروه عملا خلاف اقتصادی واقعا میتونن نام بگیرن که سیستم جمهوری اسلامی در مواقع اینها رو به کار میگیره. الان میبینید آقای صادق خرازی به خاطر روابطی که با بیت رهبری هم داره، هر کاری که بکنه، هر حرفی بزنه کسی باش کاری نداره. اما ببینید حرفی که صادق خرازی مثلا میاد در تلویزیون میزنه یه نفر دیگه بیاد بزنه، بین 4 تا 8 سال زندان آقای مقیسه یا آقای صلواتی براش میکنه. بسیار سپاسگزارم نیکوهنگ کوثر عزیز. آقای دایی به حال از مسائل گسترده‌ای صحبت کردیم، از سکوت معدن یورت در شمال شرق کشورمون تا به بلوایی که در انتخابات در ایران برپاست و مسائل حاشیه‌ای و میانی و دست‌های خارجی. اگر می‌خوایم یک جنبندی کلی روی موضوع داشته باشیم که برنامه امشب رو با این جنبندی ختم کنیم، در خدمت شما هستیم. عرض کنم که یه نکته‌ای رو من فکر کنم در مورد این مسئله معدن بگیم. البته خب این رو احتمالاً آقای نیکوهنگ خوب اطلاع دارن و بهتر از من میدونن، و اون اینه که واقعش اینه که تو خود همه آمریکا که بالاخره اقتصاد و بازار حکم میرونه که کدام یک از بخش ها به اصطلاح فعال باشه، بخش های اقتصادی، همین زغال سنگ داره بین میره. واقعا تعداد کارگرانی که در بخش زغال سنگن رسیده به 50,000 تا، هیچ کارش هم نمیتونم بکنم، به خاطر که تازه اینجا به خاطر ارزانی گاز و مسائل ایمنی که باید رعایت بکنن معدن ها، اینا صرف نمیکنه. درسته؟ حالا شما تصور بکنید تو ایران که همه جا لوله کشی گازه، اولا من میخوام ببینم که این مصلحتش چیه که در ایران باید زغال سنگ باشه، یک. ولی مهمترین نکتهش چیه؟ نکتهش اینه سوا اینکه اصلا اینا هیچ برنامه ریزی برای استفاده بهینه از انرژی ندارن که کدوم بخش از سرمایه گذاری بره طرف انرژی خورشیدی، کدوم برش بره از استفاده از گاز، همینجوری میرن. ولی میدونید چرا؟ با اینکه حتی تو همه آمریکاش که مثل ایران نفت و گاز مجانی ارزون انقدر نیست، اینجا تعطیل میشه اونجا نمیشه، به قیمت خون کارگرا.
یعنی اینقدر به اینا کم میدن و اینقدر بدبختن این مردم که عرض کردم به خاطر 700-800 هزار تا باید بره زیر زمین که زن و بچهش از گرسنگی نمیرن که شب یه لقمه نون ببره. تازه اونم میگه سالی 3-4 ماه حقوق ما رو نمیدن. اینه اوجش، اینه. یعنی تمام محاسبات اقتصادی اینا میری کنار، فقر مردم که بچهش میفروشه، که کلیهش میفروشه، جونش هم اینجوری میفروشه که بره تای زمین. اینه، این حکومت و آدم جنایتکاری این حکومت رو بخواد ببینه اینجاست که میره 100 میلیارد هزینه مستقیم خرج برنامه هسته‌ای میکنه، یه نفر صداش در نمیاد تو خارج و داخل اعتراض کنه حق مسلم هسته‌ای. اینم وضع کارگر، اینا همه پشت روی یه سکن. اون ورش این سیاست های فاجعه با خرج سوریه و عراق، خرج برنامه هسته‌ای، خرج موشک و زیردریایی است. از اون طرف بی‌توجهی کامل به مسئله اقتصاد، به حقوق مردم و کارگر. واقعا این فاجعه دفعه آخر نخواهد بود، دفعه اول نبوده، دفعه آخر هم نخواهد بود، بدتر از این هم خواهد شد. تا وقتی که این حکومت هست هیچ جا حق و حقوق مردم به رسمیت نمیشه، به جایی کشونده که مردم به نگاه اصلا به با آدم باورش نمیشه که برای 700 هزار تومان کدوم ماها آقا زمانی عزیز حاضرین به خاطر این سنارسشه به ما بگن آقا روزی 20 دلار بهت میدیم برو توی معدن ممکن هر لحظه بمیری. ببینید چیکار کردن توی مملکت با مردم. کی حاضره بره 2000 متر زیر زمین 18 ساعت کار کنه تو تاریکی نفسم نمیتونه بکشه؟ اصلا باور نکردنیه. اینا مردم رو به بردگی کشوندن. بریم این فیلم های قدیم اهرام ثلاثه و اسپارتاکوس و اینا رو نگاه کنیم، همونه. دقیقا. متشکرم آقای دایی عزیزم، سپاسگزارم از شما و از این دلسوزی که برای هموطنانمون دارین. نیکانگ عزیز از شما هم سپاسگزارم که در واشنگتن دی سی تا به این لحظه همراه ما بودید. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو به جا میارم و از شما سپاسگزارم. البته پیش از پایان برنامه باید به استفسارتون برسونم. در طول یکی دو هفته اخیر به دفعات از سوی علاقمندان به شاهزاده رضا پهلوی در خصوص موضع رسمی ایشون در مربوط به انتخابات پیش رو مورد پرسش قرار گرفتم، چه دوستان و عزیزانی که در مجامع عمومی یا مراکز که حالا حضوراً من هستم شانس رو من دارم که از نزدیک محبتشون رو کسب میکنم، چه کسانی که از طریق فیسبوک یا پیام رسانهای دیگر مورد لطف قرار میدن، حقیر رو امین میدونن و میپرسن. بایستی به استثارتون برسونم شاهزاده رضا پهلوی همچنان از طریق رسانهای وابسته به نام خودشون که مشخصاً و به صورت رسمی برای ایشون هست و یا شاید از طریق تارنگار رسمی خودشون در این زمینه اطلاع رسانی کردن و بعد از این هم خواهند کرد، همچنان شعار و سیاست ما و مطابق حرفی که خود ایشون گفتند رأی ندادن خود یک رأی است، شعاری که پیش از این شاهزاده رضا پهلوی اون رو مطرح کردند و مشخصا اعلام کردند که هر گونه مشارکت در این روند جز آبریختن با آسیاب این رژیم چیزی نیست و کوشیده خواهد شد تا از طریق نافرمانی های مدنی به دور از خشونت و با استقامت ملی ریشه های استبداد در ایران رو خشک کند و حق انتخاب رو به ملت شریف و بزرگ ایران بازگرداند. لذا مشخصا رأی و نظر شاهزاده رضا پهلوی در خصوص انتخابات، جمله معروف ایشون رأی ندادن خود یک رأی است و دوستان و علاقمندانی که در این زمینه سوال دارن میتونن به صفحات اجتماعی یا تارنگار رسمی شاهزاده رضا پهلوی مراجعه بفرمایند و از این طریق اطلاعات لازم و آگاهی بیشتر از آرا و عقاید ایشون رو به دست بیارن. از شما سپاسگزارم که تا به این لحظه بیننده برنامه رسانه افق و تلویزیون اندیشه بودید و امیدوار هستم شما هم مثل من با پیوستن به کمپین انگشت پاک حتما در روز انتخابات با انتشار تصاویر انگشت جوهری نشدتون نشون بدید که رأی ما نبودن رژیم سرکوبگری است که فاجعه معدنی ارد یکی از ندانم کاری های این حکومت است. وقت خوش، خدا نگهدار.